بسم الله الرحمن الرحیم. استادان بزرگوار، شاگردان عزیز، دوستان ارجمند، خوشحال هستیم که باز در خدمت شما عزیزا قرار داریم از طریق پروگرام تلکاست یا آموزش از رای دور. با امیدی که درس ها برای شما عزیزا مفید تمام شود، میریم به طرف درس دوم از مضمون ریاضی صنف نهم به ادامه درس قبلی تحت عنوان عناصر دایره. عنوان درس عناصر دایره. این دوستای عزیز عنوان درس انشالله عنوان از پیش ما گرفتین. حالا بیاییم چی مانا میته عناصر. عناصر در اینجا چیزهایی که در داخل دایره وجود داره، چیزهایی که در داخل دایره وجود داره و ضرور است که ما او را در قدم اول یاد داشته باشیم. بعد از تعریف دایره و شناخت دایره اون ما چی است؟ انشالله که این معنای درس هم از پیش ما گرفتین. حالا بیایم که چی چیزها در داخل دایره وجود داره که ما باید درباره از او معلومات داشته باشیم. این دیگه باید روی یک رسم بریم، روی یک چارت، چرا که به شکل خیالی و ترکی نمیشه، باید عملا آدم ببینه کوره یاد بگیره. برین به طرف از این چارت یک سل کنین دوست عزیز. خب دوست عزیز ببینین چارت و این یک دایره است که در روی این کاغذ رسم شده. دقت کردین؟ اینمی یه خودش شاگرد دوست عزیز چی است؟ یک دایره است، درست است نی؟ اینال در داخل دایره چی چیزها ضرور است؟ اول مرکز دایره او دیدین؟ باشین که براتون مشخص هم بسازم. مرکز دایره این دوست عزیز اول ببینین نقطه هست در داخل دایره، این نقطه که به او نشان داده شده، این مرکز دایره. انشالله که مرکز دایره رو شناختیم. خطی که مرکز دایره را اینه طور میبره به محیط دایره وصل میکنه، اینی حلقه سرجم. ما شما در درس پیشتر گفته بودیم که محیط دایره است چی است؟ محیط دایره اینان قطع خطی که مرکز دایره را به این شکل سعی کنین برد در کجا وصل کرد؟ در محیط دایره. نامش چی میشه دوستای عزیز؟ شعای دایره. انشالله که را فهمیده. در دایره این دوتا بسیار مهم است، چرا که تا مرکز دایره را آدم تعیین نکنه، شعای دایره را هم اندازیش نفهمه، دایره رسم نمیشه. هیچ دایره رسم نمیشه. ایده در درست گذاشته هم گفتیم. خب بعد از اون دوستای عزیز سعی کنین یک این از این مرکز دایره سعی کنین یک خط ات آمده. از کجا آمده؟ از محیط دایره اینه تر آمده. سعی کنین از مرکز تیر شده رفته به نقطه دیگه محیط دایره وصل شده. اینه دوست عزیز میفهمین چی میگن؟ قطر دایره. خیلی چطور تعریف کنیم قطر دایره را؟ میگیم قطر دایره خطی است که دو نقطه از محیط دایره را، یک نقطه محیط ای دیگه وصل میکنه. اما امی که وصل میکنه اینمی شرطش ایست که از مرکز دایره تیر شود. از کجا تیر شود؟ از مرکز دایره. یعنی خطی که دو نقطه از محیط دایره را وصل میکنه و از مرکز دایره تیر میشه نامش قطر دایره است. خب خی او یا خطی که دو نقطه از محیط دایره را وصل کرده، اینی نقطه را به این نقطه محیط دایره نوصل کرده اما از مرکز تیر نشده، او رو چی میگن؟ او را وتر دایره. دو تا شد دیگه، یعنی یکی که یک نقطه محیط دایره را به دیگه نقطه محیط دایره این به این شکل وصل کرد، از مرکز تیر شد، نامش قطر دایره شد. ولی او خطی که دو نقطه محیط دایره را اتراکی وصل کنه این قسم اما از مرکز دایره تیر شد، نامش میشه وتر دایره. انشالله که این دو تا عنصر دیگه دایره رو شناختیم. خب اینا چی باقی میمونه دوستای عزیز؟ این باقی میمونه که اینمی خو محیط دایره است نی؟ امی نقاطی که اینمی حلقه را جور کرده. ما و شما گفته بودیم نام چی است؟ محیط دایره.
اگر یک قسمتی از امی محیط دایره را بگیریم اینطور این همه قدرش که دبل اینا ببینید اینجا ما رسم کردیم میره دبل نامش چی میشه دوستای عزیز؟ قوس دایره. قوس دایره چیست؟ یک قسمتی از محیط دایره است. یک قسمتی از محیط دایره. خب این حالا دیگه این هم شناختین؟ برین یک عنصر دیگه شد یعنی جا سه کنین یک قسمت از دایره را سطح دایره را ما به شکل سیاه رنگ کردیم براتون درست است نین رنگ شده خلاصه این ساحه که رنگ شده در کجا قرار داره این در بین وتر دایره و اون یک قسمتی از محیط دایره یک قسمتی از محیط دایره نامش چی بود دوست عزیز؟ قوس دایره اینا یک جایه که یا یک ساحه یا یک قسمتی از دایره که در بین وتر دایره و یک قوس دایره قرار گرفته باشه نامش از قطعه دایره بازم دوست عزیز ببینید اینمی جایی که رنگ شده کجای از دایره هست میگم یک قسمتی از دایره است خب یک قسمتی از دایره خو هست خیلی توسط چی مشخص شده توسط وتر دایره یک و دیگه این قوس دایره یک قسمتی از محیط دایره رو بنامی چیز میکنن؟ قوس دایره یعنی او قسمتی از دایره که در بین وتر دایره و قوس دایره قرار داره نامش از قطعه دایره مثل کیرم دوستای عزیز ما شناختم درست است؟ خب میمونه یک جای دیگه که این سرخ رنگ شده دیدی میره؟ یعنی دوستای عزیز این یک جایی که سرخ رنگ شده ای چی هست؟ یا یک قسمت از دایره هست اگه دایره خو این همی ساحه را میگه که توسط امی محیط دایره احاطه شده باشه اینمی ساحه را در مجموع اینمی ساحه اینمی دیگه دایره است دیگه. یک سطح است دیگه دایره خودش یک سطح هست یعنی خب ایناله یک قسمتی از دایره را سعی کنید اینه ترست اه به این شکل هست یعنی اینا خویی در کجا قرار داره در نظرتان اینی خط چی هست در نظرتان ای خطی که از مرکز تیر شده به محیط وصل شده نامش چی بود شعای دایره این شعای دایره است این دیگه چطور از مرکز رفته به محیط وصل شده یا هم چیز شعای دایره است خیلی این قسمت از دایره این قسمت اینی که در روی محیط دایره است اینمی کجا چی است این قوس دایره یک قسمتی از محیط دایره است نه یک قسمتی از چیز محیط دایره خیلی این قسمت در کجا قرار داره در بین دو تا شعا و قوس دایره همین رنگی که سرخ شده خیلی ما چی میگیم؟ میگیم اونمو قسمتی از دایره که در بین دو دانه شعا و قوس دایره قرار داره نام از او را میگن قطای دایره چی میگن دوستای عزیز؟ قطای دایره اینی دوستای عزیز بود عناصری که در داخل دایره او را باید ما و شما با معذرت که بشناسیم کدام ها بود براتون نشان دادم در اصل بازم یک بار دیگه به طور فشرده و خلاص براتون میگم که هیچ فراموشتان نشه دوست عزیز خب یک نقطه که در دایره است در دایره که از اون نقطه تمام دایره یعنی تمام نقاط محیط دایره اینمی کلشان یک نقطه محیط دیگه نقطه محیط دیگه نقطه محیط دیگه کل از یا از همون نقطه فاصله های مساوی داشته باشه این امرایزی امرایزی مساوی اون همون نقطه را مرکز دایره میگن مرکز دایره که یک نقطه است که تمام نقاط محیط محیط دایره محیط دایره کجای دایره بود؟ اینمی دور دور دایره یعنی حلقش اینا تمام نقاط محیط از یک نقطه فاصله هایشان مساوی است نام اون همون نقطه چی است دوست عزیز؟ مرکز دایره مرکز دایره را شناختید؟ خب اینا رو در دایره قدم اول چیزی که مهم است مرکز دایره است بعد از او با چیز؟ بعد از او شعای دایره است خطی که مرکز دایره را میبره اینا با محیط وصل میکنه نامش چی است؟ شعای دایره این دوست عزیز این هم شعای دایره است یا هم شعای دایره است یا هم شعای دایره است یعنی یک دایره بی نهایت شعا داره یکی دوتا نی درست شد؟ خب پس برای دایره یکی مرکز مهم است یکی شعای دایره چرا؟ مرکز که معلوم نباشه و شعا که معلوم نباشه ما دایره رسم کردن نمیتونیم دایره کش دارین دیگه نی؟
در کجا باید تو مانده شوه ما قسمت سوزنکش؟ در مرکز دایره. با چی اندازه واز شوه؟ دهنش به اندازه شعای دایره گذاشته شوه، باز یک دور رسم شوه که دایره چی شوه؟ رسم شوه. خب این دوتا خو از جمله عناصر اساسی و بعد از واز چی میشه؟ سعی کنین یک خط دیگره از نقطه محیط دایره یک خط شروع شده حرکت میکنه. این تو میایه از کجا تیر میشه؟ از مرکز دایره میره به نقطه دیگه محیط دایره وصل میشه. خطی که اینمی خط از یک نقطه محیط شروع میای از مرکز دایره تیر میشه میره به نقطه دیگه محیط دایره وصل میشه. اونمو خط چی میگن دوست عزیز؟ قطر دایره. یادتون را تعریف هم میتونین که دو قطر دایره خطی است که دو نقطه از محیط دایره را وصل میکنه، اما شرطش که از کجا تیر میشه؟ از مرکز دایره. حالا اگر یک خط باشه موتور که دو نقطه محیط دایره را وصل کنه ولی از این مثل این تو خط از مرکز تیر نشه، باز او چی میگیم نامشه؟ او را باز میگیم وتر دایره. دیدین که فرق بین وتر دایره و قطر دایره چی بود؟ آن مشخص شد براتون که وتر دایره دو نقطه محیط را وصل میکنه ولی از مرکز دایره تیر نمیشه، لکن قطر دایره دو نقطه محیط را وصل میکنه ولی از مرکز دایره چی میکنه؟ عبور میکنه. خب ایرام که فهمیدین اینه تو یک جایه که از دایره سعی کنیم اول محیط ایرا قوس بگویم که باز بفهمین. اینه تو یک قسمت از محیط سعی کنین اینطور قطع کردیمش. این خب کلش محیط دایره میشه، نه دور و دور. اینا یک قسمتی از محیط دایره را به نام چی میکنن؟ قوس دایره. یام شناخته شد؟ خب اینا اگر یک جای دایره رو تو در نظر بگیریم که اینی اینمو قوس دایره باشه و یا وتر دایره باشه، یک قسمت دایره رو تو جدا کنه، اینه تو مشخص بشه یا جدا کنه که رنگ کردیم با رنگ سیاه، اینو میره چی میگن دوست عزیز؟ اینه قطعه دایره میگن. قطعه دایره، قطعه دایره رو میگیم او قسمتی از دایره است که توسط وتر دایره و قوس دایره از دایره جدا شده باشه. یام شد؟ باید سر قطای دایره. قطای دایره کجای دایره را میگه؟ قطای دایره او جای از دایره را میگه یا او قسمت از دایره را میگه که توسط دو تا شعا، یک شعای دایره این دیگه شعای دایره و اینی هم قوس دایره. اینا اونمو قسمت از دایره که توسط قوس دایره و دو شعای دایره از دایره جدا شده باشن نامش دوستای عزیز چی میشه؟ قطای دایره. اینو مثل که قطای دایره رو هم شناختین، قطعه دایره رو هم شناختین، وتر دایره رو هم شناختین، قطر دایره رو هم شناختین، شعای دایره رو هم شناختین و بالاخره قوس دایره رو هم درک کردین. یعنی هیچ قسمت دیگه اساسی دیگه که در داخل دایره باشه دیگه او باقی نموند. اینو میاد به نام عناصر دایره یاد میکنن. به نام چی؟ عناصر دایره که دوستای عزیز اینو براتون تشریح کردیم عناصر دایره را که دیگه انشالله شما مشکل براتون پیش نخواهد آمد. حالا دیگه نوبتی کی است؟ حالا نوبت است خود شما دوستای عزیز است که اینمی را در یک دایره رسم میکنین و عناصر دایره را دو نشان میدین و ما این را به شکل یک سوال براتون نشان میکنم. به این شکل سوال بایتر یک دایره رسم کنید، یک دایره، یک دایره با شعای مثلا 4 سانتی متر، 4 سانتی متر رسم کنید سیز و در آن عناصر دایره را نشان دهید. اینی درس امروز بود دوستای عزیز که انشاءالله در کردین. تا ساعتی دیگه که با در خدمتتان قرار بگیریم شما را به خداوند یکتای بی همتا می‌سپاریم. تشکر از توجهتان.